خوابم نمیبره تا ندم آقا بهت سلام، روزام نمیگذره تا ندم آقا بهت سلام، روزام نمیگذره تا ندم آقا بهت سلام. سلام به تو دوای دردم، سلام بذار دورت بگردم، سلام که من ها تو کردم، سلام به اطرسی سلام میکنم التماس، سلام باشه به من حواست، باشه به من حواست. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام آرزویم هست بینم بچه هایم را، تمام آرزویم هست بینم بچه هایم را، ببینم که خدا کرده اجابت ربنایم را. در این مدت که زندانم همیشه زار و گریان از این که من نمی بینم رخ ماه رضایم، دلم تنگ است می خواهم کنار دخترم باشم، دلم تنگ است می خواهم کنار دخترم باشم، بیندازد به روی سر دوباره این عبایم را، بگیرد دستهایم را، بگیرم دستهایش را، اگرچه خوب می داند که می گیرد عزایم را. در اینجا سندی نامرد بلایی بر سرم آورد که جز مردن نمی بینم علاج زخمهایم را، ندارد روزنی زندان امان از دست زندانبان، ندارد روزنی زندان امان از دست زندانبان. بیا ای مادرم زهرا که بینی کربلایم. از طرف امام کاظم علیه السلام سلامی عرض میکنیم به ابیم. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى مرحبا سه چشم ترم میخوام، حال دلم بد هرم میخوام، حال دلم
و بلای تو شده. توی این روزا همه نیازم چاره ندارم، میدونم باید به سوی زمان بسازم. جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین. رحمی بکن به چشمای زارم، خیلی بدم اما دوست دارم. تا کی تحمل بکنم تلخی و درد روزگارا؟ به هم بگو که تا به کی باید نبینم کربلا را؟ آخر میمیرم از غمت، کی میشه دعوت کنیم؟ جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین. قلو به کاری نداری با من، وقتی همه اومدن الا من، همه شدن ظاهر تو به غیر من که رو سیاهم. از دوری حرم ببین لبریز عشق و سوزاهم. آقا جان رقیه به طلب عمر آقا چشم را جانم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت و عرض تسلیت دارم شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو، و امیدوارم که از هر کجای دنیا که ما رو میبینید در آرامش و نشاط باشید، و انشاءالله که به برکت این ایام عزای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، خدا یک حازمین با صفا در کنار و در معیت امام اثر روحنا له الفدا نصیب و روزی جمع ما بفرماید، و انشاءالله که یه وقتی تو حرم امام کاظم علیه السلام با هم یادآوری کنیم که یادت یه شبی تو به وقت سلام گفتی که خدا سفر زیارت امام کاظم و امام جواد علیه السلام رو قسمتمون کنه. حالا خدا کرامت کرد و این زیارت نصیب و روزی ما شد. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که امشب توفیق دارم و در خدمتون هستم، و در ایام شهادت امام کاظم علیه السلام خدمتگزاری این آستان ملک پاسبان رو انجام میدم. یک حکایتی رو براتون آماده کردم، حکایت نسبتا کوتاهی هست که ازش استفاده میخوام بکنم. با هم حکایت رو بشنویم و در خدمتون هستم. محمد ابن مقیس از کشاورزان مدینه بود. وی نقل می کند یک سال محصولات زیادی در زمین کشاورزی خود کاشتم. آن سال زراعت خوب بود، اما هنگام فرارسیدن محصول ملخهای بسیاری آمدند و تمام زراعت مرا خوردند. در مجموع 120 دینار خسارت دیدم. پس از این حادثه در جای نشسته بودم، ناگهان امام کاظم علیه السلام را دیدم که نزدیک آمدند و پس از سلام از من پرسیدند از زراعت چه خبر؟ گفتم تمام زراعتم درو شده و ملخ‌ها ریختند و همه را نابود کردند. امام فرمود چقدر خسارت دیده ای؟ عرض کردم 120 دینار خسارت دیدم.
امام به غلامش فرمود 150 دینار همراه دو شتر جدا کن و به او تحویل بده. آنگاه به من فرمود 30 دینار با دو شتر اضافه بر خسارت تو دادم. عرض کردم خدا انشاءالله به شما برکت دهد. سپس به امام گفتم به داخل زمین تشریف بیاورید و برای بنده دعایی بفرمایید. امام وارد زمین شدند و در حق من دعا کردند. به برکت دعای امام آن دو شتر بر اثر زاد و ولد زیاد شدند و آنها را به 10,000 دینار فروختم و زندگیم پربرکت شد. این داستانی که خدمتون عرض کردم در کتاب داستان‌های شنیدنی از شهادت معصوم علیه السلام انتشارات نبوی جناب آقای محمدی اشتهاردی عرض به حضور شما که از این کتاب بود و در رفرنس های قدیمی و متأخر و متقدم شیعه هر دو عرض به حضور شما که این حدیث این روایت آمده و روایت معتبری. عرضم اینه که میخوام بگم یا موسی بن جعفر شما به کسایی که ازتون خواهشی نمی کنن، شما به اونایی که در خونتون به ظاهر نمیان، محمد ابن مقیس از شما خواهشی نکرده بود، شما خودتون کرامت کردین و به هیچ سر زدین. میخوام عرض کنم که آقا ما امشب لباس سیاه عزای شما رو بتن کردیم، حاشا به کرامتون دست ما رو نگیرید و برای زندگی ما یه دعای سرشار از برکت نفرمایید. یه فاصله بگیریم، میریم و برمیگردیم. مهمان عزیزی در انتظار ما هست. موسم جعفرم فدای موسم جعفرم ایشالله تا اون دارم فقط گدای موسم جعفرم گدای موسم جعفرم فدای موسم جعفرم انشالله تا عمرم فقط گدای موسم جعفرم. شام سلام الله علیک یا ابا سلطان، ما همه قطره توی دریا ابا سلطان، ما همه قطره توی دریا ابا سلطان، ابا سلطان به امام رضا برام ما یه سفارشی کن آقا، تو رو به حضرت زهرا، تو رو به حضرت زهرا. ابد سلطان ما بر هوایج، ابد سلطان. قبول باشه انشاءالله. تسلیت مجدد عرض میکنم خدمتتون شهادت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه رو و امیدوارم که انشاءالله مشمول عنایت ویژه حضرت در این شب و روز باشیم انشاءالله. در خدمت یکی از خلاصه مخلصترین و باصفاترین ذاکرین اهل بیت علیهم السلام هستیم که اسم و صداشون برای همه ما آشناست. حاج آقای رنجبر عزیزمون سلام عرض میکنم. شما هم اگر سلام علیکی داریم در خدمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستوده فیها به عدد ماهات بهی الموک. بندم عرض سلام و احترام و ادب دارم به محضر شما و همه بینندگان و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام. عرض تسلیت دارم شهادت آقا جانمون موسی بن جعفر رو به محضر آقا جانمون علی ابن موسی رضا و به محضر همه بینندگان عزیزم در خدمت از ماست. خیلی ممنونم که تشریف آوردین و در همه ابتدا تشکر میکنم. حاج آقای رنجبر، شما با امام حسین علیه السلام و با اهل بیت کی آشنا شدید؟ عرضم به خدمتتون که من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم. ما از همون کوچیکی موقعی که خودمون شناختیم با امام حسین آشنا شدیم.
این که اینجا این چنین تنها شده، کام او با تربت من وا شده. مادرش او را به عشقم زاده است، گریه کرده شیر بر او داده. ما از همون کوچیکی آقا یه تعبیر قشنگی هست، میگه که خلاصه ارادت ما به امام حسین علیه السلام اندازه تمام عمرمونه. بله از همون ابتدا. الحمدلله خدا رو شکر که در این خونه بودیم و انشالله که به لطف خودشون تا آخرین لحظه اون هم در همین خونه انشالله باشیم. حاج آقای رنجبر، ارادت شما به اهل بیت علیهم السلام سابقهش رو یادتون نیست، اما میخوام بگم اولین مجلسی که شما عرض ادب کردین و برای این خانواده خوندین اولینش کی بوده؟ یه حسینیه ما داشتیم به نام حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام. این شبهای جمعه جلسه گردشی داشتن، قرآن خونی و بعد یه سرودی خونده می شد و اینا. من اولین بار تو اون جلسه ما رو بلند کردن، چند دقیقه رو خوندم اینا. چند سالتون بود؟ فکر می کنم 8 سالم بود. چی شد که بین اون همه بچه شما؟ خب من چون یه سابقه داشتم تو بحث مدرسه و مسجد و گروه سرود و اینا فعالیت می کردم، دیگه دوستان هی به ما میگفتن آقا تو میتونی بخونی خوبه فلان اینا، ما رو تشویق میکردن، ما هم خوندیم. من یک جوانی هستم که صدام خوبه، رفقام تشویقم میکنن که بخون و میگن که خلاصه تو میتونی یه روز خون بشی، صدات به درد این کار میخوره. چی دیگه نیازه برای خوندن من؟ ببینید اون صدای خیلی خوبه، ولی بایستی توجه خود اهل بیت هم باشه و اینه. خیلی خوش صدا داریم که الان دارن آواز میخونن، توفیق میخواد برای اهل بیت نفس دادن نوکری کردن. بعد خلاصه باید استاد ببینی، باید وقت بذاری، باید زحمت بکشی، باید خلوت خوبی داشته باشی، اهل مناجات باشی، نمازت اول وقت باشه، اینا خیلی مهمه. استعایشگر امام حسین باید بوی امام حسین بده، لباسش، رفتارش، نشستش، برخاستش، خانوادهش، پوششش، اینا همه مهمه. و اصل مطلب توجه خود اهل بیته. یعنی شما صدات خوب باشه اما اونو به شما توجه نکنن، نمیتونی تو این وادی نکنی. میشه اهل بیت به کسی توجه نکنن؟ نه نمیشه. اهل بیت سجیت و کمل کرم و عادت و کمل احسانن. من پس میزنم. بله ما خودم ما هست، من خودم میگم. یه موقعی کارایی میکنم که دل اهل بیت میشه. حاج آقای رنجبر، میخواستم این سوالو بعداً بپرسم ازتون، اما الان که گفتیم بعد یه مدح امام حسین بوی امام حسین بده، الان توی این مرحله از گفتگو میپرسم. وقتی یه کسی بخواد خلاصه رنگ و بوی امام حسین داشته باشه، لباس امام حسین تنش باشه، تو خونه زندگیش با خانوادهش باید چجوری تعامل کنه؟ امام حسین با خانوادهش چطوری بود؟ اهل بیت با خانوادهشون چطوری بودن؟ ما که نمیتونیم مثل اونا بشیم، اما خلاصه ما خودمون رو به اونا چسبوندیم. من حاجا رجا ببخشید، من این سوالم برخواسته از این دغدغه است و از این درده که آدم وقتی میبینه یه آدمی، یه نوکریه، خلاصه مداح، هیئت‌دار، میوندار، هر کی آشپز، هر کسی که خلاصه یه طوری به این دستگاه منتسبه، آدم میبینه که مثلا بچه‌هاش بعضن تو این راه با پدر همراه نیستن. بعد که قشنگ میگرده و مشکل یابی میکنه، میبینه این آقا هر چقدر بیرون اخلاقش خوب بوده، وقتی وارد خونه میشده زن و بچه میترسیدن. متاسفانه تاثیر میذاره. یعنی میخوام عرض کنم که این حدیث امام صادق علیه السلام که میفهمون کار بد بده از شماها بدتر. یعنی این بد اخلاقی من با خانوادم باعث این میشه که نه تنها خودم منفور میشم، نه تنها خودم خلاصه کار بدی میکنم، دیگران رو هم از اهل بیت علیهم السلام دور میکنم. خلاصه ببین، وقتی ما خودمون رو به اهل بیت چسبوندیم، باید بوی اهل بیتی بگیریم دیگه. درست شد؟ شما یه هفته چند روز تو عطر فروشی کار کنی، عطرم به خودت نزنی، بی عطر میگیری دیگه. درسته؟ اون عطره وقتی کسی میاد کنار جایی میری، همه احساس خوب میکنن. وقتی کنار اهل بیت هستی، تو خونت هم باید اهل بیتی باشی. تو انتخاب همسرت، نوع برخوردت، انتخاب اسم بچه، تربیتش،
نباشی فایده نداره دیگه. یعنی فیلم بازی کردنه. من دیشب اتفاقا تو اون جلسه‌مون گفتم به رفقای جوان‌تر گفتم اگر ساعت‌ها اینجا عزاداری کنید، آرزم به خدمتتون که مادرتون ازتون ناراضی باشه، جوونی وارد مسجد و نبی شدید، پیغمبر داره در مقام مادر صحبت میکنه. دستشو بلند کرد گفت یا رسول الله، مادر پیری دارم، زمین گیره این مادرمو قلم دوشم سوار کردم، بارو بندیلم هم یه دستم گرفتم بردم حج، طواف خانه خدا. خب اون زمان پیاده میرفتن، مثل الان نبود که، با سختی های مختلف بردم و آوردمش. آیا تونستم حق این مادرم رو ادا کنم؟ پیغمبر فرمود اگه 19 مرتبه دیگه به همین حالت مادرتو ببری حج، به اندازه یک شبی که بالا سرت نشسته و بهت شیر داده نتونستی حقش رو ادا کنی. خیلی مهمه. یعنی فقط صدای نیست، فقط روزه نیست، فقط اینا نیست، خیلی مهمه. من دارم دم از آقایی میزنم که برای تمام شونات زندگی من دست برای آقایی داریم دم میزنیم که صورتشو میچسبونه کف پای مادرش. درس میده برای قرنها به آدمها، درس میده. حالا انشالله من درست بشم. خدا شما رو حفظ کن. حاج آقای رنجبر، شما با افتخار قبل از برنامه فرمودین که استاد دیدین و اسم چند نفر از جمله برنامه نادلی کربلای کلای که روشت باشه نام ایشون رو آوردین. حاج آقای رنجبر، از حاج آقای کربلایی چند تا خاطره برام بگین، اصلا ایشون رو برام معرفی میکنین؟ والا من در جایگاه نیستم. اساتید بزرگی هم حاج آقای بازوبندا، آقای خورسندی، دیگر دوستان. من کوچیک بودم، زیادم نتونستم آجاها رو درک کنم، ولی اون چیزی که من از آجاها دیدم اخلاص بود، نورانیت بود، معنویت بود. آدم میشست کنارش لذت میبرد، اصلا نور از این پیرمرد ساطع میشد. بسیار آدم خوب، مخلص، بسیار دلشکسته، دلسوز. و من همیشه ایشون رو با عشق دیدم. حتی یه مراسم سیاه پوشانی مجمع بیت الاحزان جلسه های خورسندی بود، حاج آقا می اومدن شب اول محرم، شال عزایی که میخواستن گردن نوکر رو بندازن، حاج آقا با اشکشون تبرک میکردن میداختن. پدر سه شهید بزرگوار، شاعر. خاطری ازشون داری؟ والا خاطره یه مرتبه ایشون جلسه بود توی حسینی کبوتر آهنگی ها، من دیدم که آجاقا هر کی میخونه گریه میکنه، بعد رفتم مجلسش گرم میکنه، بعد رفتم بعد جلسه گفتم آجاقا ببخشید چیه سر شما، اون خوشخونه میخونه گریه میکنی، اونی که ضعیفه میخونه گریه میکنی، منم میخونم گریه میکنی. آجاقا یه جمله گفت، پسرم من مکلف به انجام وظیفه‌مم، من امتیاز نمیدم که خوبتر خون که بدتر خون، من باید گریه‌مو بکنم. سید الشهدا میفرماید انا قتیل الابرار، من کشته اشکم، منم گریه میکنم. این برای من بهترین خاطره است. این که اون چجوری خونده امتیاز دادنش با من نیست، بله. با کسی دیگه است. بله، خود خانوم، خود امام حسین امتیاز بود. این بهترین خاطره بود. روحشون شاد. از این برنامه صلواتی برشون تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج، و امیدوارم که ان همین امشب به صورت ویژه سر سفره امام کاظم علیه السلام مهمان متنعم باشیم. عرض کنم که حاج آقای رنجبر، کار خیر توی زندگی یه مداح و ذاکر امام حسین بعد کجا باشه؟ خیلی جا میتونه باشه، چون من میدونم شما خودتون تو این فضا هستین. میپرسم خیلی جا میتونه باشه. یه نوکر امام حسین بایستی، بازم میرسیم به اون حرف که بایستی بوی امام حسین برده باشه، بوی اهل بیت برده باشه. اهل بیت همشون به تعبیر من کمترین یه جور خیر بودن، سائل رو میابردن سر صفرهشون میشوندن، از پشت در میدادن. درست شد.
ما که داریم دم از اونا میزنیم، ما هم باید کار خیر انجام بدیم. اگر کار خیر، ببین به عنوان یه ستایشگر میکروفون دست کیه؟ خیلی با این میتونی کار انجام بدی، خیلی. حالا یه موقع خودت وضع مالیت خوب نیست، ولی به واسطه یه ستایشگری 4 نفر بهت لطف دارن، میتونی از اونا استفاده کنی برای بحث جهیزیه، برای بیمار، برای مسکن، برای تهیه ارزا. چندین سال پیش بود توی یکی از این هیئت‌های ارسان خدمت شما که نسبتاً تازه تأسیس تهران که تو خیابان ایران برگزار میشد، هیئت یا حسین، که از همینجا اگر برنامه رو میبینن خدمتشون عرض سلام و احترام دارم. چندین سال پیش، شاید اگر اشتباه نکنم مثلا سال 87، مثلا 88، توی اون برهه دهه اول محرم، شب اول مندوه محترم هیئت اعلام کرد که آقا ما امسال میخواییم از این هیئت 2 تا زندانی خلاصه قتل غیر عمد رو آزاد کنیم و این بنده خدا برن پیش زن بچهشون باشه. این نیت و خلاصه شب اول این هیئت انجام ده. 13 شب این هیئت برنامه دارن. شب 13 اگر اشتباه نکنم 5 تا زندانی غیر عمد آزاد شد. و من یه حسرت، خیلی خوشحال شدیم و خلاصه خدا رو شکر کردیم که ریز 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 مردم بالاخره پول دادن، هر شب خلاصه قطره قطره جمع شد و این کار انجام شد. ولی یه حسرتی اومد رو دل من که بقیه هیئت چرا این کارو نمیکنه، و واقعا این همه پرچم امام حسین علیه السلام که بالا هست، اگه همه یه همتی کنن چقدر واسه هست. حالا شما شاید بنده و شما اشراف این موضوع نداریم، هستش، ولی حالا یه موقعی داستانایی هستش که اعلام نمیشه یا مثلا مخفیانه انجام میشه، درست شد؟ ولی خب اگه اینجوری که شما میگید باشه اعلام بشه، خیلی قشنگ تره، درست شد؟ این خودش یه بعد فرهنگی داره، یعنی این هیئت یه خروجی داره، درست شد؟ حالا متاسفانه بعضیا یه مقداری اخلاص به خرج میدن، اعلام نمی کنن. من احساس میکنم آقا این اخلاص نیست، یعنی نظرم دارم میگم و شاید هم که غلط بشه، اما نظرم اینه که خیلی خوبه ما اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام بهمون دستور دادن رو اعلام کنیم که داریم انجام میدیم. یعنی عرض به حضور شما که احساس میکنم که من وقتی که به یکی از کنار دستی هم میگم آقا بدم نیست و حالا مثلا یه درصدی از درآمد تو برای این کار اختصاص بدی، شاید اون اصلا حواسش نباشه از این یادآوری من، از این گفتن من، چه بسا وارد این فضا بشه. آقا من میخوام بیشتر از محضرتون استفاده کنیم و خلاصه ایام عزاست و میخوام که بیشتر خلاصه از ذکر مصیبت شما بهره ببریم. به عنوان سوال آخر عرض میکنم که حاج آقای رنجبر، شما قبل از این که مجلسی رو بریم با صاحب جلسه میگین که آقا چقدر یا نه؟ نه، من نه. چرا نه؟ خب اساتید ما به ما یاد دادن که ما اونا رو با درهم و دینار و پول نفروشیم. من این کار رو نمی کنم. میخواد یه داستانی رو براتون بگم. من دهه 70 یه بیماری داشتم. دنبال بهانه بودم که همین ازتون بشنم. یه بیماری داشتم، سرطان خون گرفتم. بعد مثلا همه دکتر ما رو جواب کردن چون بدخیم هم بود نوع سرطان. یارزم به خدمتون که ما چون پدرم مادرم خیلی وابسته به اهل بیت بودن، اهل بیتی بودن، در کنار درمان خلاصه توسل پیدا کردن و ما حرم امام رضا رفتیم. اونجا یه اتفاقی افتاد. بعد یه هیئتی رفتیم اونجا، شب ولادت آقا امیرالمومنین یه اتفاقی افتاد. بعد ما دیگه دوباره رفتم آزمایش و این داستانام، چون وقت برنامه تو رو نمیخوام زیاد بگیرم، خلاصش میکنم، وگرنه خودش یه برنامه مفصله. دیگه جواب آزمایش ما تغییر کرد و ما بدنمون به درمان هی جواب داد، جواب داد، جواب داد، تا
جایی که دیگه اصلا من دیگه درمان گذاشتم کنار. بعد پزشکا به من گفتن با توجه به این بیماری شما ورزش فقط پیاده روی. من اومدم رفتم مقام کشوری آوردم تو ورزش رزمی چند دوره، کمربند مشکی گرفتم، نمیدونم دان 3 و 4 گرفتم، 3-4 تا رشته مختلف رزمی مقام آوردم. خلاصه من ارزم اینه وقت شما رو نگیرم، به اهل بیت وصل بشی آقا به مو میرسه پالید نمیشه. تو حرم امروزه چی شد؟ زمستونی بود با پدرمون رفتیم، خدا ایشالله همه پدر مادر رو حفظ کنه. رفتیم چسبیدیم به ذریع امام رضا، یعنی پدرم من خدا خواهش میکرد از مردم که با این بچه ما مریضه و اینا، نمیتونستم هم غذا بخورم، اصلا نمیتونستم. بعد ما رو چسبوندن به این ذریع و ما همین سرمون رو گذاشته بودیم به ذریع امام رضا. تو حالت خواب و بیداری دیدم که آقای میگه که پاشو برو. من خود به خود بلند شدم، صدای بابا رو میشنیدم. رو ویلچر بودیم؟ نه نه رو ویلچر نبودم، ولی دستم رو میگرفت و اینا میگفت. آرزم به خدمتتون که صدای پدر رو میشنیدیم؟ میگفتش که بهمون، ما اومدیم اینجا با بدبختی اومدیم، تا نگیریم نمیریم. من اصلا خود به خود بلند شدم را افتادم، اومد دنبالم و اینا. من تو حیات حرم به پدرم گفتم که والا اینجوری شده بود، من سرمو که گذاشته بودم رو زری دیدم که صدایی میاد میگه که بلندش برو ما میدیم بهت برو دیگه. آقا از حرم اومدم بیرون به همین موسی بن جعفر غذا نمیتونستم بخورم، گفتم دارم گرسنگی میمیرم، برفم میومد. بابام گفت تو غذا نمیتونستی بخوری که. گفتم دارم میمیرم گرسنگی. گفتش که روبروی حرم رفتیم با هم دیگه اونجا ساندویچ خوردیم، دوباره اومدم تو هتل دوباره غذا خوردم. که یه مریضی که مدت هاست نمیتونستم غذا. بابام زنگ زد تهران به خونه، میگفتش که داره غذا میخوره. یا امام رضا روزه میخونیم برامون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله از شمیمت جان به صحرا می دهی تو سراب بوی زهرا میدهی فارغم از مسجد و دیر و کنه یا موسی بن جعفر میوزد از کوی تو بوی یا موسی بن جعفر ای سراب و ناز کمتر ناز کن این منم در میزنم در باز کن
این منم در میزنم در باز کن یا موسی بن جعفر یا باب الهوا آسمان را به روی تخته در می بردن تاج سر بود که باید روی سر می بردن سر و سامان همه بی سر و سامان بود پا به یک سوی سر از یک طرف آویزان بود او درست است که یک همدم و غمخوار نداشت بدنش روی دری بود که مسمار نداشت قربون جیگرت برم جیگرش پاره شد اما به دل تش نریخ عضو بدنش هر طرف دش نریخ یا موسی بن جعفر بود زندانی و در مجلس اغیار نرب همراه اهل و عیالش سر بازار نرب کسی از دور به پیشانی او سنگ نزد یا موسی بن جعفر گرگ درنده به پیراهن او چنگ نزد کنج زندان خبر از بزم می و جام نبود دخترش ثانیه‌ای در ملأ عام نبود سر سجداده و در حال سجودش نزدن هر دو دستش به تنش بود و عمودش نزدن یا موسی بن جعفر چار غلام یه بدنی رو پا بار تخته‌ای بیرون آوردن بمیرم برات آقا جان قربونت برم یا موسی بن جعفر آجان درسته بدترین شکنجه ها و زندان ها رو تحمل کردی اما قربونت برم آقا جان دیگه کسی به شما تعرض نکرد به ناموس شما تعرض نکرد یا موسی بن جعفر بود زندانی و در مجلس اغیار نرم همراه اهل و عیالش سر بازار نرم اینم برا استشفا مریضامون فرج امام زمان بود یا باب الهوای کنج زندان خبر از بزم می و جام نبود دخترش ثانیه ای در ملأ عام نبود دل آب سوزه برا اون نازدان خانو گفت بابا بابا از هر چی پس بدم یاد از مرد مست بدم یاد از اونی که سر تو رو نیزه بس بدم میاد
اگه نیت نکردید بسم الله در خانه یه بابل هواج ساله داریم دقل باب میکنی. گفت بابا هرچی به این دخترای شامی گفتم با من بازی کنید بازی نکردن. بابا بابا یه بازی میکردن دل منو خون کردن. سرت بالا لیزه قرآن میخون سنگ برداشتن سرتو سنگ باران کردن. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. منم که مدرسه عشق کردم تأسیس سه سالم به 40 سالگان کنم تدریس. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا از شما قبول کنه انشالله که سلامت بشه. خدا لحظه به لحظه به نفستون سوز بیشتر و سلامت بشه صفای بیشتر و الهی که خلاصه تو صحن سرای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برامون بخونید و انشالله با هم صفا کنیم. حاجا سه تا دعا میکنی به حق موسی بن جعفر فرج امام زمانمون رو برسان. الهیم آقامون از ما راضی و خوشنود و خرسند بفرما. الهیم مریضامون شفا عنایت بفرما. الهیم برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، سلامتی خودتون، خانواده هاتون، برآورده شدن حاجاتتون، استشفاء همه مریضا عنایت بفرمایید. صلواتی خدمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم و غنا عداهم. بعضی از ائمه علیهم السلام برای بعضی از حاجات معروف شدند و امام کاظم علیه السلام رو برای شفای مریض و شفای بیمار و خلاصه طبیب اهل بیت معروف شدن که حضرت کاظم علیه السلام خلاصه مریضی از در خونشون دست خالی رد نمیشه. امشب اگر خلاصه بیماری دارید و در حال مریضداریش هستین دستشو بلند کنید و برسونید به شبکه های ظریح موسی بن جعفر که انشاءالله به لطف و کرامت و عنایتشون همین امشب شفای عاجل و صحت و سلامت کامل قسمت و روزی همه بیماران از محبین امیرالمومنین علیه السلام بشه به لطف و کرامت خودشون انشالله. حاج آقای رنجبر خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. ببخشید آقا من سلامت باشید، بودم صدام خدا به شما سلامتی بده. انشالله اذیتتون کردیم. خیلی کیف کردیم، استفاده کردیم. خدا انشالله که به شما عافیت و سلامتی بده. خیلی ممنونم از شما هم، خیلی متشکرم که تا این لحظه به وقت سلام رو دیدین. میریم و یه فاصله میگیریم برمیگردیم. کجایی بار من نیامدی نگار من کجا عزاداری هاتون برای امام کاظم علیه السلام مقبول درگاه احدیت و امیدوارم که این عزاداری ها رو خدا مرهم قلب داغدار امام زمان علیه السلام قرار بده. رفقا و سروران عزیز من که به وقت سلام رو میبینید، در این آخرین بخش برنامه امشب عرضم اینه که به ما گفتن و این حکایت معروفه که علت و سبب زندانی شدن امام کاظم علیه السلام و این بلایی که سر حضرت اومد و موجب شد که
چند سال پایانی عمر، شاید 14 سال پایانی عمرشون حضرت در زندان باشن، از این سیاه چال به اون سیاه چال و از این مصیبت به اون مصیبت، این زندانبان به اون زندانبان، و دائما در عذاب و فشار باشن. این بوده که خدا بر شیعه در اثر گناهی غضب کرده بوده و امام کاظم علیه السلام مخیر میشه که شاهد باشه بلا بر شیعه او میاد، یا این که بلا رو به جان بخره و شیعه در امان باشه. و امام کاظم علیه السلام انتخاب میکنه که بلا به جان خودش بنشینه و شیعیانش که اونا گناهکار بودن اما در امان باشه. امشب میخوام به شما عرض بکنم که رفقا، امام زمان ما پسر همین امام کاظمه و هیچ معلوم نیست در اثر خطاها و اشتباهاتی که من شیعه میکنم که موجب سخط و غضب خدا بر من میشه، چقدر امام زمان علیه السلام بلاها رو به جون خودش میخره و من هم مثلا انگار نه انگار که من به موجب خطا و گناهی که کردم مستحق عذابم، مستحق بلام، اما اون پدر مهربان در برابر این بلا خودش رو سد میکنه و وجود مقدسش رو سد میکنه. حواسمون هست؟ حواسمون هست که یه پدر مهربان دائم دور تا دور ما رو گرفته و از هر جهتی که به سمت ما بلایی نازل بشه او خودش رو مانع اون بلا میکنه. فرمود لحظه ای از نظر ما یاد شما نمیره که اگر این چنین بود بلاها شما رو احاطه میکردن. این رو میدانستیم، همه میدانستیم که امام زمان علیه السلام فرمودن ما یاد شما رو فراموش نمیکنیم. اما میخوام بگم وظیفه من شیعه در برابر همچین پدر مهربانی چیه؟ آیا هر شب و روزی که از بر من میگذره من در حد یه سلام و شب بخیر صبح و شب به امام زمان علیه السلام عرض ارادت میکنم؟ بین این همه مشکلاتی که تو زندگی برای خودم متصورم، یکی از مشکلاتم ندیدن امام زمانم هست؟ آیا بین این همه دعایی که به درگاه خدا عرض میکنم جز 5 تا دعای اولم دعا برای فرج حجت ابن الحسن هست؟ آیا دغدغم هست که الان امام زمان علیه السلام سلامتن یا نه؟ آیا دغدغم هست که مولا زندگی راحتی داره یا نه؟ خدا رو قسم میدهیم به حق این دو بزرگوار، به حق موسی بن جعفر و به حق حجت ابن الحسن علیهم السلام، که انشاءالله خدا این معرفت، این دغدغه، این حس ما نسبت به صاحب زمان علیه السلام رو اصلاح بفرماید و انشاءالله که روز به روز به آستان قدس مهدوی نزدیکتر بشیم و لحظه ای از در این خونه جای دیگه نباشیم. خیلی ممنونم که تا این لحظه به وقت سلام رو دیدید. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین تندرست و سلامت باشید و انشاءالله که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نمی کنید. خدا به همراهتون. یا علی.